در حالی که بر اساس گزارش‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خود را برای یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت در مرز جنوبی لبنان با اسرائیل آماده می‌کنند، رسانه‌های اسرائیلی در مورد حملات هوایی 24 ساعت گذشته در بیروت می‌گویند هدف از این حملات یکی دیگر از اعضای ارشد حزب الله لبنان وفیق صفا بوده است. اما به گفته سه منبع آگاه، وفیق صفا که از اواخر سال‌های دهه 50 خورشیدی عضو ارشد امنیتی حزب الله بوده و واحد ارتباط و هماهنگی آنها را فرماندهی می‌کند، آسیبی ندیده است. در این حملات بیش از 20 تن از غیر نظامیان لبنان کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. ارتش اسرائیل روز جمعه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گفت راکت اندازها و زیرساخت‌های حزب الله را در مرز جنوبی لبنان هدف قرار داده و موفق شده فرمانده نیروهای ویژه واحد موشکی ضد تانک حزب الله را از بین ببرد. اما صحت این ویدیوها و ادعای اسرائیل هنوز تایید نشده است. از سوی دیگر در پی حمله روز پنجشنبه اسرائیل به پست دیدبانی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفیل در جنوب لبنان و مجروح شدن دو تن از این سربازان، نجیب میقاتی کفیل نخست وزیری لبنان روز جمعه این حمله را به عنوان یک جنایت محکوم کرد و گفت در زمینه فعالیت‌های مربوط به برقراری آتش بس در لبنان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده است. حمله اسرائیل به نیروهای یونیفیل جنایتی است که ما آن را محکوم می‌کنیم. حمله به نیروهایی که از طرف جامعه بین‌المللی مأموریت یافتند، حرمت سازمان ملل را نقض کرده و موجودیتش را به خطر انداخته است. صلح‌بانان سازمان ملل متحد یونیفیل که به کلاه آبی‌ها هم شهرت دارند، متشکل از 50 کشور جهان از 9 شهریور 1357 برای جلوگیری از تنش میان لبنان و اسرائیل و محافظت از خط مرزی تعیین شده توسط سازمان ملل که معروف به خط آبی است وارد منطقه شدند. خط آبی لبنان را از اسرائیل و بلندی‌های جولان جدا می‌کند. این خط در حال حاضر موضوع مناقشه مرزی جاری میان اسرائیل، لبنان و گروه شبه نظامی حزب الله است که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود. یونیفیل می‌گوید اسرائیل تا کنون چندین بار وارد این محدوده شده است. این حمله انتقاد شدید جامعه بین‌المللی از جمله اسپانیا، چین و ایتالیا را در پی داشته است. پروانه هدایت، صدای آمریکا.